سلام علیکم دوستان عزیز، پیشگویی های حضرت علی علیه السلام در روزگار نامناسب به هم ببینیم. سلام علیکم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. روزگار نامناسب. اسبق ابن نباته از اصحاب خاص امیرالمؤمنین علیه السلام از امیر مؤمنان علیه السلام روایت کرده که فرمودند زمان بر مردم بیاید که کردارهای نامشروع آشکار و برتری داده شود، بر آنچه که مشروع است و ظاهرسازی و چاپلوسی بین مردم و هتک حرمت و بی‌توجهی نسبت به محارم و زنا آشکارا و خوردن اموال یتیمان حلال و مباح شمرده می شود. در آن هنگام ربا خوردن یک چیز معمول و بدون قبح گردد و کم فروشی شایع و شرابخواری به اسم آب انگور و رشوه دادن و گرفتن به عنوان هدیه ناقابل و ربا دادن و گرفتن به اسم خرید و فروش و داد و ستد و خیانت نمودن به نام امانت حلال شمرده می شود. و مردان خودشان را به زنان تشبیه می کنند و زنان خودشان را به مردان تشبیه می نمایند و به حدود و صغور و احکام نماز به اعتنایی و سوسی می ورزند و مناسک حج خانه خدا را انجام می دهند، اما نه برای خدا بلکه به جهت اهداف دیگر، مثلا مانند ریاکاری و بازرگانی و سود بردند امثال اینها. پس در این زمان هلال اول ماه در برخی از ماها بزرگ می شود به اندازه‌ای که مانند هلال دوشبهه جلوه‌گر می شود و در بعضی از ماها ناپیدا و دیده نمی شود. لذا می گویند ماه رؤیت نشده، اول ماه را روزه نمی گیرند، برعکسش روزه عید سعید فطر را که روزه اش حرام است روزه می گیرند. در این زمان جدن باید ترسید. باید ترسید از گرفتن انتقام خدا. مردم را در حالی که در غفلت و نافرمانی به سر می برند خواهید دید. براستی در پشت سر این قضیه مرگ با سرعت مردم را می رواید. یک روبودنی تند تا اینکه انسان هنگام بامداد سالم و صحیح باشد، اما طرف شام در زیر خاک مدفون شده باشد. و به هنگام بامداد سالم و صحیح باشد، اما طرف شام در زیر خاک مدفون شده باشد و برعکسش در وقت شام زنده باشد و هنگام صبح جزء مردگان شده باشد. پس در چنین زمانی لازم است پیش قدمی به سوی وصیت‌های خودش قبل از آن که مرگ گریبانگیر شود و همچنین واجب است بجا آوردن نماز در اول وقتش از ترس این که در آخر وقتش بمیرد و فوت شود. پس هر کسی که از شما آن زمان را درک کند باید شب را به سحر نیاورد مگر اینکه پاک باشد از آلایش گناهان و اگر قادر و متمکن باشد بر اینکه در تمامی حالاتش پاک و پاکیزه باشد باید واقعا چنین باشد، زیرا که او در این حال خوف و ترس است، نمی داند که فرشته مرگ در چه وقت برای قبض روح او می آید و به تحقیق من شما را ترساندم از نافرمانی. اگر بترسید و شناسانیدم به شما حق را، اگر بشناسید و پند و اندرز دادم به شما، اگر بپذیرید پس از خدا بترسید در خلوت و جلوت و در اندیشه این باشید که بر دین مبین اسلام از این جهان بروید و هر که بجوید به جز اسلام دینی را پس هرگز پذیرفته نشود از او و او در روز رستاخیز از زیانکاران است. زمانی که باید با طهارت بود. در پیشامدهای مهم از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام روایت شده است که فرمودند زمان برای مردم پیش خواهد آمد که به زشتی ها خاتمه داده خواهد شد، پس هر کس از شما به آن زمان برسد نباید به وضو شب را به پایان برساند.
تفرقه گمراهی است. ابو عقیل می گوید ما در نزد امیر مؤمنان علی علیه السلام فرزند ابو طالب علیه السلام بودیم که آن حضرت فرمودند که این امت متفرق خواهند شد و به 73 دسته خواهند رسید. به آن کسی که جانم در دست او است که آنها همگی گمراهند جز کسانی که از من پیروی نموده و از شیعیان من باشند. فقط کتاب خدا راه گشاست. امیر مؤمنان علی علیه السلام روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمودند: همانا فتنه‌ای پدید خواهد آمد. گفتم ای پیامبر خدا، بیرون شدن از آن چگونه خواهد بود؟ ایشان فرمودند: با چنگ زدن به کتاب خدا که در آن از کسانی که پیش از شما بودند و آنچه بعد از شما پیش آید خبر داده است و در آن در رابطه با آنچه بین شما صورت می گیرد حکمی آورده شده است و آنچه در آن است جدی است و شوخی نخواهد بود و هر کس از جباران که دست از آن بردارد هلاکش خواهد نمود و هر کس حکم خدا را در غیر قرآن طلب کند خدا به گمراهیش حکم خواهد نمود. خلاف سنت. از حضرت امیر المؤمنان علی علیه السلام روایت شده است که آن بزرگوار فرمودند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که آبی که در وضو گرفتن و مصرف می رسد به مقدار یک مد آبی که در غسل صرف می گردد به مقدار یک سا خواهد بود. گروه هایی بعد از من خواهند آمد که این مقدار را کم دانسته و آب بیشتری به مصرف وضو و غسل می رساند. اینها کارشان برخلاف سنت و روش من است و آن کس که بر روش من رفتار می کند در حضیرة القدس که بهترین جای بهشت است با من خواهد بود. گروه نجات یافته. از علی علیه السلام روایت شده است که پیامبر گرامی خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمودند: امت من به 72 سه فرقه خواهند گردید که تنها یک فرقه از آنان اهل نجات و بقیه تباه و هلاک خواهند شد و آنان که اهل نجاتند همان کسانی هستند که به ولایت شما چنگ میزنند و از علم شما بهره میبرند و بر رأی خیش عمل نمیکنند. پس چون این کسانی چیز آنها را تهدید نخواهد کرد و راه بر آنان نیست. زمانه وارونه. امام امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند از دنیا بپرهیزید. زمانی که مردم نماز و امانات را تباه و ضایع سازند و از امیال نفسانی پیروی نمایند، دروغگویی و خوردن ربا و گرفتن رشوه را حلال بدانند و از هواهای نفسانی پیروی نموده و دین را به دنیا بفروشند و ریختن خونها را سبک و بی اهمیت دانسته و بر ربا متمایل شد. امام امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودند از دنیا بپرهیزید. زمانی که مردم نماز و امانات را تباه و ضایع سازند و از امیال نفسانی پیروی نمایند، دروغگویی و خوردن ربا و گرفتن رشوه را حلال بدانند و از هواهای نفسانی پیروی نموده و دین را به دنیا بفروشند و ریختن خونها را سبک و بی اهمیت دانسته و بر ربا متمایل شوند و قطع صله ارحام گردند، حلم و بردباری را ضعف و ستم فخر شمرده شود و زمامداران بدکار و وزرای دروغگو و امینان خائن و یاران ستمگر و قاریان قرآن فاسق و ستم آشکار و طلاق و مرگ ناگهانی بسیار گردند. قرآن ها و مساجد را به زر و زیور و نقش و نگار بیارایند و منابر را طولانی و پیمان ها را شکسته و دل ها در اثر گناه تباه و خراب گردند
و تنبور و آلات لهو را حلال پنداشته و شراب بیاشامند و مردان به مراد خود سوار و زنان مانند مردان به کار مشغول و با همسرانشان در امر تجارت به خاطر حفظ دنیا شریک شوند و زنان بر زینها بالا رفته و خود را شبیه مردان نمایند. در این هنگام خود را مرده پندارید و زندگی دنیا مغرورتان نسازد، چون مردم دو دسته هستند، نیکوکار پرهیزکار و بدبخت بد عاقبت، و زندگی دو گونه است که سومی ندارد، و قرآن کریم یکی است که هیچ کوچک و بزرگی را فروگذار نکرده مگر اینکه آنها را برشمرده است. آگاه باش که دوستی دنیا منشأ هر گناه و درب هر بلا و مرکز هر فتنه و دعوت کننده به هر شک و تردیدی است. وای به کسی که مال دنیا را جمع کند و برای کسی به ارث بگذارد که او را نمی ستاید و پیش فرستد مال را برای کسی که عذرخواه او در پیش خداوند نیست. دنیا خانه منافقین است و خانه پرهیزگاران نیست. پس می بایست بهره تو از دنیا به اندازه استواری بدن و پابرجایی حیات و زندگیت باشد و برای روز واپسینت تو شب اندوزد. دوستان عزیز، برای حمایت از ما چنل ما را سابسکرایب کنید و با دوستان خود در اشتراک بگذارید. اگر ویدیوها و مطالب ما مورد پسند شما قرار می گیرد، لطفاً آنها را لایک کنید و ما منتظر نظریات نیک شما هستیم.